به نام خدا. سلام. استدلال، اجماع نظر، پیروزی. تو این برنامه راجب اینها قراره که حسابی صحبت بشه. با شرکت کنندگان برتر مسابقه قبل آشنا میشیم. بفرمایید. وقتی بچه بودیم برای بیشترمون تابستون فقط یه معنی داشت. روزای تموم نشدنی که با بازی تو حیاط یا کوچه ها پر میشد. میشه گفت هیچ بچه‌ای دلش نمیخواست دروازه‌بان بشه. برعکس همه میخواستن تو بازی اون کسی باشن که بیشتر گل‌ها رو میزنه. اما بازی بازی بود و اگه کسی دروازه‌بان نمیشد گل زدن اون یکی معنی نداشت. تو زندگی واقعی هم خیلی وقتا خودمون نمیتونیم نقشمون رو انتخاب کنیم. گاهی بالا پایین زندگی موقعیت‌های پیش‌بینی نشده‌ای رو سر راهمون قرار میده. اونجاست که باید به کمک فکر و تجربه‌مون راه حل درست رو انتخاب کنیم. به همین بازی که در پیش داریم دقت کنیم. کسانی که وارد بازی میشن اصلا نمیدونن قرار مافیا، پلیس و یا شهروند باشن. اما همه در هر نقشی که باشن سعی میکنن موثرترین و موفق‌ترین نقش رو بازی کنن. شاید وقتی به زندگیمون نگاه میکنیم فکر میکنیم بهترین انتخابمون رشته‌ای بوده که از تحصیل توش لذت بردیم یا کاری که ازش پول سالم و کافی درآوردیم. اما شاید هم موضوع جدی‌تر از این حرفا باشه. یعنی درخشان ترین صحنه زندگیمون اونجایی شکل گرفته که تصمیم گرفتیم به جای تجربه یه لحظه گذرای سرخوشی تو جمع دوستانه نگفتن به مواد مخدر رو انتخاب کنیم. انتخابی که باید بهش افتخار کرد. حتما شنیدید که میگن انسان جایز الخطاست. یعنی انسان خطاهایی ممکنه بکنه، کارهایی ممکنه تو زندگیش بکنه که زندگی خودش و دیگران رو تحت تاثیر قرار بده. تو بازی مثل مافیا که بازی تشخیص شهروندان یک بازی، ممکنه با یک تشخیص اشتباه شهروند دیگه ای رو از بازی اخراج بکنن. برعکس مافیا میاد تفرقه میندازه، یک شهروند رو اخراج میکنه بدون هیچ عذاب وجدانی. ما اینجا جمع شدیم تا این رفتار رو تشخیص بدیم. مافیا خوش آمدید. چطوری بچه ها؟ پدرام چطوری؟ خوبم. چه خبر؟ خوب. سلامت باشی. از عصبانیت کاسته شد؟ مسابقه قبلی مرحله دوم باختی. هنوز یکمش مونده، چون که من جنگ روانی رو باختم به حامد کیایی. یعنی من نتونستم حرف خودم جنگ روانی باد راه انداخت. 100% میدونست که اگه من تو بازی بمونم میندازمش بیرون. مرسی. شما خوب؟ حال شما خوبه؟ متشکرم. من شما خوب هستم. برات مدام از شما شروع می‌کنم. خواهش. چه خبر؟ خواهش. شکر الحمدلله. مرحله سوم. بله، خوشبختانه به مرحله سوم راه پیدا کردیم. انگیزت فرق کرده که بری تا فینال حتما؟ نه، خب اصلا اون روز اول میدونستم میرم تا فینال. از روز اولی که اومدم مسابقه بدم واسه فینال دارم میجنگم. سطح مسابقه خیلی خوبه، مخصوصا توی مرحله که هرچی میریم بالاتر، خب به خاطر همون حرفی که امید جان زدش، چکیده تر میشه، فیلترها رد میشن پلیرها، سطح بازی هم خیلی میره بالا. من اگر امشب برنده از زمین بیام بیرون مسلما بین ستای اول. من اصلا بازی هم که میکنم مافیا بازی میکنم، اصلا برد و باختش مهم نیست. استرس که من از روز اول داشتم الان بیشتره؟ آره، چون بازیکنهای بهتر اومدن نشستم. تو چی استرس داری؟ استرس که نگم برات، من سابقه گریه تو بازی دارم در این ها؟ یعنی الان اتفاق داره اینجا تو استدیو یهو؟ دقیقا اتفاق میفتی شاید.
چندین روش برای بازی مافیا وجود داره که این نسخه‌ای که مشاهده می‌کنید مخصوص مسابقه تلویزیونی مافیا است. یک راوی داریم که بازی رو هدایت می‌کنه و 10 نفر شرکت کننده که هر کدوم در ابتدای کارت می‌کشن و نقششون در بازی مشخص میشه که رئیس مافیا، مافیا، شهروند، کارگاه و یا پزشک هستن. کار مافیاها اینه که شهروندها رو یکی یکی از بازی بیرون کنن و به اصطلاح تو شب مورد هدف قرار بدن. کار بقیه اینه که سعی کنن با گفتگو بفهمن کی مافیاست. بعد از تقسیم کارت‌ها اعلام شب میشه و همه چشماشون رو می‌بندن. مافیا بیدار میشه و شخصی رو مورد هدف قرار میده. بعد دکتر بیدار میشه و شخصی رو نجات میده. سپس کارگاه بیدار میشه و استعلام شخصی رو که شک داره مافیا باشه رو میگیره. بعد روز میشه و راوی اتفاقهای شب گذشته رو تعریف میکنه. فردی که مورد هدف مافیا قرار گرفته اگه دکتر نجاتش نداده باشه از بازی خارج میشه و بقیه وارد گفتگو میشن. در ادامه با رأی‌گیری یک نفر رو که شک مافیایی به او دارن رو از شهر خارج میکنن. این روند ادامه پیدا میکنه تا تمام مافیاها شناسایی شن. در این صورت شهروند میبره و یا تعداد مافیا و شهروند برابر شن که در این صورت مافیا میبره. و نکته مهم این که اگر شرکت کنندگان در طول مسابقه از کلمات غیر فارسی استفاده کنند، امتیاز منفی کسب میکنند و این کسر امتیاز برای حضور در مرحله بعد تاثیرگذار خواهد بود. با یک بازی مافیای دیگه در خدمتتون هستیم در مرحله یک چهارم نهایی. البته دوستانی که تو این برنامه شرکت کردن و الان تو این مرحله هستن بر اساس برد و باخت دوتا گروه انتخاب نمیشن. دوستانی که بهتر میتونن صحبت کنن، بهتر دیگرون رو تحت تاثیر قرار بدن و در نهایت به هر حال پیروزی هم برای خودش امتیازیه. 10 تا شرکت کننده داریم باهوش، با جنبه، پر از احساس، پر از شور اومدن اینجا که قوغایی به پا بکنن. بریم ببینیم میتونن این کارو بکنن یا نه. من نقشه رو تقسیم میکنم بین شرکت کنندگان. یک کارت لطفاً. بله. متشکرم. و این برای شما. دکتر بازی تا موقعی که 2 نفر از بازی بخوان اخراج بشن، اون 2 نفر رو میتونن نگه دارن توی بازی که مافیا موفق نشه اونها رو اخراج بکنه و در 2 شب اول 2 نفر رو میتونن به اصطلاح معالجه بکنن. نفر 20 ثانیه فرصت دارید که خودتون رو معرفی کنید و حس و حالتون رو از همینجا، از همین ثانیه ها نسبت به این بازی که در پیش داریم بشنوید. بفرمایید. سلام دوستان، فؤاد هستم. حس و حال و کاری ندارم. الان من در اومدم که مافیا رو در بیارم. آقای امیرحسین، آقای بهروز، آقای محمد جواد رو تهمت مافیایی بهشون میزنم و اینکه بچرخه تا ببینیم چی میشه. بعدی. سلام دوستان، پدرام بازی هستم. یوسف، امید و آقای اکبر دوست دارم باهاشون توی تیم باشم و امین، امیرحسین و محمد جواد بهشون شک دارم. بعدی. دوستان سلام، امیر فؤاد هستم. امیدوارم بازی خوبی باشه. تا اینجا یه کار می‌کنیم، دو تا رفیقامون میان تهمت میزنن به اون افراد مقابلشون. خیلی خوب، من اگه بخوام اینجوری صحبت کنم 2 نفر اون بر مافیا میبینم، 1 نفر این بر. مرسی. بعدی. خب سلام دوستان، محمد جواد هستم. فعلا خوشحالم از بازی باهاتون. این دست فقط 1 نفر رو تارگت میزنم، تهمت میزنم بهشون. آقای امید هستن. دلایلم هم توی نوبت مجدد صحبت میکنم میگم. بعدی. دوستان سلام، اکبر هستم. خب شروع کردن دوستان پوشش کردن و تهمت زدن. پدرام عزیز، منم میخوام با شما بیام. برای من شما شهروند هستید، امید عزیز شهرونده، آقای یوسف شهرونده، اما با شما موافقم. 2 تا مافیا اون برنشسته، 1 مافیا این بره، ولی فکر میکنم اون 1 مافیایی که این طرف شما. بعدی. سلام دوستان، امین هستم. خیلی خوشحالم که قسمت شد منم توی جمعتون باشم و دارم با بازیکنهای خوب مثل شما بازی میکنم. اون طرف همه شهروندن. چرا؟ بلند میشن، هنوز شب نشده، مافیاها همدیگه رو نشناختن، بلند میشن تارگت میزنن به این ور به اون ور. بعدی. سلام، من بهروزم. نوبتم شده، میخوام تو کلام واسهتون خرگوش در بیارم. آقا شما چه توده‌ای تارگت میزنی؟ چه توده‌ای حمله میکنی؟ به شخص باید صحبت کنی، شخص بلند شه به شما ریاکشن نشون بده. اوکی. و آقا شما چرا دنبال شهروند میگردی؟ چرا بازی با کاور شروع میکنی؟
به دو نفر اتهام بزن که فردا اگه بلند شدی دیدی یارتم اون مچتو بگیری. آقا اول دلیلشو بعد بگو. متشکرم دوستان، اجازه بدین یه نکته ای هست. بازی مافیا بر اساس اقلیت آگاه و حد اکثر ناگاهه و مافیا میاد حد اکثر ناآگاه رو سعی میکنه اتحادشو بشکنه. شما چرا ناراحت میشی از اینکه اون آقا میخواد سه نفر چهار نفر شهروند تو بازی داشته باشه؟ چرا میخوای اتحاد شهروندی بشکنه؟ قبل از اینکه نفر بعدی خودشو معرفی کنه اینو بگم که اگه مخاطبتون رو توی بازی با اسم صدا کنید خیلی به ما و بینندگان عزیز کمک میکنید. بعدی دوستان سلام، امیرحسین هستم. تو طول تاریخ بشریت توی جمع دو تا فواد هیچ موقع نبود، ولی الان دو تا هست، جفتشون هم مافیا. این خیلی جذاب میکنه بازی. تن بعدی صحبتام نوبت بعدی. نوبت دو تا چی نبود؟ دو تا فواد. آها فواد، آها بله. بعد جفتشون هم مافیان به نظر من. سلام دوستان، یوسف هستم. پدرو جان اینجا شهروند بازی من از پنج نفر یه نفر هست شهروند. پدرو نیست، اکبر آقا. پدرام شما، پدرو ما. اکبر آقا چجوری چهار نفر صحبت کردن شما از پنج چهار تا شهروند داری؟ این حجم از دادر واسه من این چالش بگی توضیح بده. در نمیای برای من؟ اجماعت میکنم این نظامت بیرون. خوبه، بد نیست. بازی به نظر میرسه خیلی هیجان انگیز شروع شده. بریم به شب ببینیم چه نقشی به چه کسی رسیده. شب میشه دوستان، چشمنده رو بزنید سر پایین. رئیس مافیا بیدار شد. مافیا هم چشمشون رو باز کنن. سر پایین. مافیا چشمشون رو ببندن. سر پایین. دکتر بازی چشمشو باز کنه. بخواب بخواب دکتر جان، بخواب. شب اوله، دکتر خیلی دوست داره تلاشش رو از همین الان شروع کنه. حالا کارگاه بازی چشمشو باز کنه. کارگاه بازی بخوابه. روز میشه دوستان. هم فواد با شور و نشاط و حرارت بالا حرف زد، هم یوسف. بذار دوباره از فواد شروع کنیم. برو بریم فواد، 30 ثانیه. مرسی آقای یوسف. شما برمیگردی آقای پدرامو حمایت میکن. این از این نکته. مشکل از آقای اکبر نیست که شما متوجه نمیشین. منم میتونم چهار نفر رو کاور کنم، چهار نفر رو پوشش کنم. شما بیاین بالا واسه من. آقای یوسف شما برمیگردی اینجا قلدر بازی میگه آقای اکبر رو اجماع میکنم. نه، شما نمیتونی آقای اکبر رو اجماع کنی. اینجا من تو بازیم و یه مش شهروند دیگه. شاید شما توی شب زور بگی، ولی توی روز نمیتونی زور بگی. آقای اکبر تا صحبتاشو نشنوم ادامه هیچ چیزی نمیگم. شما چطور با یه جمله آقای پدرام حمایتش میکنی ولی با آقای اکبر گیر میدی؟ خب درسته، آقای اکبر رو همچنان من حمایت میکنم ازشون. شب بیدار شدیم همدیگر رو دیدیم. نمیرم میخوام ببینم کسی مشکلی داره از این بعد. من شب بیدار شدم، امید جان و آقای اکبر رو من دیدم. خب امیر فؤاد هم من ازش حمایت میکنم. امین جان شما همچنان مشکوکی برای بنده. نفر بعدی. خیلی خوب. بچه‌ها 30 ثانیه فرصت دارین. سعی کنید بیشترین جملات رو تو این 30 ثانیه بگید. مهمه. بفرمایید دوستان، من یه چیزی دارم تو جیبم به اسم گول. میندازم وسط اون قرمزه، یکی بلند میشه میذاره تو کیفش میبره خونه میخوره. میشه یعنی چی گول خوردن؟ خب من بلند میشم به قول شما توده‌ای. خب هدف قرار میدم. آقای اکبر از این قضیه ناراحت میشه. چرا آقای اکبر ناراحت میشه؟ چون دارم یاراشو تقریبا تشخیص میدم. این واسه من در نمیاد. آقای اکبر اگر شما یه دقیقه به من توجه بفرمایید، اگر شما سفید بازی به من حتما اعلام کنید. این واسه من نمیشه، این واسه من نمیشه. فعلا تک هدف من. بعدی. خب ببینید دوستان، من نمیخواستم این دست سمت آقای اکبر برم، ولی به دلایلی میخوام بیام. چرا؟ آقا پا میشن، دیشب یارشو دیده، پا میشه میگه آقای اکبر
بی برو برگرد حمایتش میکنم. نمیشه. من شما جفتتون مافیایی تو هست. خب من همچنان روی شما آقای امید هستم. چرا؟ چون گاردت بسته است. حرکات بدنت واسه من استرس دار. خب چالش هم واسه شما. چالش هم. مرسی از چالشتون دیگه. زمان تموم شد. بعدی. خب خدمت شما عرض کنم که ببین بحث گولو بذارش کنار. من حسم رو گفتم، همچنانم میگم. حالا جالبترش رو بهت بگم، دو تا مافیا اونور نشسته و متاسفانه دکترم کنار مافیا نشسته. امیدوارم دکتر بتونه درست نجات بده. حسم رو دارم میگم، اجازه بده بازی باید پیش بره که ما بتونیم با استدلال بررسی کنیم و تشخیص بدیم که کی شهرونده کی مافیاست. اما بر اساس حس من همچنان پدرام عزیز شهروند من هست، امید عزیز شهروند من هست و شما مافیایی. بعدی. ممنونم از صحبت‌های همتون. صحبت‌های همتون خوب بودش اما به درد من نمیخوره. من حس از کسی نمیخوام. من اومدم اینجا استدلال بشنوم. بازی حساس نیمه نهاییه. من اومدم استدلال بشنوم. شما دوباره استدلال میگرید، به کسی نمیگید مافیا. عجیب. شما بلند شدی چند نفر رو حمایت میکنی، داری واسه خودت رای جمع میکنی. یعنی که با شما دست بیارم بالا، با شما دست بیارم پای. این عجیبه. و هنوزم مافیای قطعی توی بازی نداری. اینا عجیبه. من نمیذارم تیم تشکیل بدی تا موقعی که من توی بازی باشم. مافیا بعدی. جمله آخر نداری؟ نه. صدای زنگ یعنی دیگه. شما گفتید من دلیل میارم. دلیلی که شما گفتید چیزی بود که فقط شما دیدید، من ندیدم. که من میخوام الان رای بدم، یه دلیل بیار که منم دستم بیاد بالا با شما. اوکی، شما شهروند نیستید، مشکوکی. یا شهروند باشی درست بازی نمیکنی. بعد این آقا شهرونده به دلایلی. اگر بین اینا مافیا باشه، خب دوتا مافیا اومدن پشت یه شهروند قایم شدن. پس شما نفر سومی نباید دیگه شما حمله کنی دیگه، باید موش این دوتا رو بگیری. اوکی. و شما، من دستم رو شما میاد ولی دوستام دفاعی شما رو بشنوم. قانع شدم، بهتون رای نمیدم. بفهم بعدی. ببین محمد جواد عزیز، من اول حرفم با تو میزنم. تو که استدلالت واسه مافیا بودن من گارد بستمه، یه بوکسور همیشه گاردش بسته است، اینو تو ذهنت داشته باش. ولی راجع به بازی بخوایم صحبت کنیم، امیر فؤاد تو از نظر من میتونی شهروند باشی. یه نکته راجع به آقای اکبر وجود داره. به نظر تو ترن روز اول بازی این همه تارگت واسه یه مافیا درسته؟ این همه حمله. ببخشید. بعدی. خب دوستان ببینید، من اینجا وایسادم، نه خودم میرم از اون نمایشگر پشت بشینم بازی رو ببینم، نه اجازه میدم کسی بره بیرون. من فقط اینجا وایستم که 3 نفر از این بازی بره بیرون. همین. اگر فکر میکنی من مافیام، پس شهروند بدی هست. بدی. شما قدرت اینو نداری، با اینکه 4 تا 5 تا رأی میخوای بخری، قدرت اینو نداری ایشون رو بندازی بیرون. ایشون تا وقتی من تو بازی هم هیچ جا نمیره. شاید باورت نشه، هیچ جا نمیره. شما به ایشون اتهام مافیا بودن میزنی، من پشت دست ایشون میخوام بازی کنم و رأی بدم. شما بازم داده عجیب غریب داری. چجوری میدونی دکتر این وره؟ چجوری میتونی دو تا مافیا دکتر بغل مافیا نشسته؟ من نمیدونم چجوری باید با شما بازی کنم. با کیا بازی میکنی؟ چما اینجوری بازی میکنی؟ چالش. نمیتونید. وقت تموم شده، میریم برای رأی گیری. فؤاد بیست. رأی برای خروج فؤاد از بازی. 1-2-3 رای. بعدی پدرام بشین. بعدی امیر فؤاد. 1-2-3 رای. با تأخیر دستتون رو بالا نیارید دوستان. محمد جواد 1-2-3-4 رای. اکبر 1-2-3 رای. بیسین لطفا. رای برای خروج ایشون از بازی 2 رای. بعدی هیچ رای. امید بیست. برای امید 2 رای. بعدی. بله شمایین. بیستین لطفاً. قیام بفرمایین. 1-2-3-4 رای. بشنید. یوسف یا یوسف. 1-2-3-4 رای. پس میریم به شب ببینیم شب چه خبره. شب میشه دوستان. چشمنده رو بزنین سریع. مافیا چشمشو باز کنه. مافیا بخوابن. دکتر بازی از خواب بیدار شد. دکتر بازی 2 نفر رو میتونه نجات بده.
دکتر بازی بخوابه. کارگاه بازی از خواب بیدار شد. کارگاه بازی هم بخوابه. روز میشه دوستان. فقط یه چیزی رو میخوام بهتون بگم. به شما نه. به دوستان شرکت کننده که مافیای بازی خیلی مافیای زبلیه. دیشب تونست به یه نفر حمله کنه. ولی دکتر بازی نجاتش داد. سی ثانیه دوم شروع میشه. از شما شروع میشه یوسف. نفری سی ثانیه. متشکرم از دکتر. من ببینید بچه بازی واسه من کاملا این وسطه. آقای اکبر رو من سه بار راجبش صحبت میکنم. با راجب من چرا صحبت نمیکنی شما؟ میترسی کارگاه سلام من رو گرفته باشه روزایی؟ من دارم خودم پرت میکنم وسط یه کارگاه سلام من رو بگیره. بین ده نفر احتمالش یک به دهه که من رئیس مافیا باشم. هیچ مافیایی این کارو نمیکنه. چرا نمیری بیرون از بازی؟ چرا نمیری قربونت برم؟ بعدی دوستان خورده الان استرسم بلندتر لطفا امیر حسین ببخش یه لحظه میخوای خب. بگم آب بیارم نه برو. اوکی خب ببینید دوستان الان هم کاراگاه باهوشه هم دکتر یعنی کاراگاه اگر یه خورده باهوشتر بازی کنه به نظر من خیلی مافیا مشخص خیلی یعنی یک دو سه حالا میتونه جوادم توشون باش من به نظر من نه یعنی احتمال داره یه اشتباهی وسطشون باشه حالا باز خودتون میدونم وقت نداریم بعدی میدونی آقای یوسف چرا آقای اکبر بازی بیرون نمیره چون آقای اکبر از نظر من شهروند بازیه اگر شما هم شهروند بازی اشتباه کردی شهروند توی این بازی حق اشتباه داره اگر به این بازی تک اتهامیت بخوای ادامه بدی از نظر من میشی مافیا چون مافیایی که شهروندا رو میشناسه تک اتهام میکنه شهروند حرف میشنوه نظرشو عوض میکنه از روی این آدم میره یه آدم دیگه نظرشو ولی شما فقط از اول بازی داریم آقای اکبر این بازی بازی مافیاست از نظر من خب بچه‌ها گوش کنید آقای فواد شهرونده آقای پدرام هم شهرونده آقای اکبر هم شهرونده منم شهروندم امیدم شهرونده این دوستمون هم شهرونده ببین تو خیلی داری بد بازی میکنی خیلی افتضاح میدونم شهروندی ولی بد داری بازی میکنی آقا شما دو ترن صحبته داری میگی دو نوبت دو نوبت صحبته داری میگی آقای اکبر مافیا دلیل یه دلیل یه دلیل رو گوه دستم میاد بالا هیچ دلیلی نداری ببین آقا صحبت شما هیچ محتوایی نداره هیچ محتوایی نداره شهروند اینایی که من گفتم همشون شهروندن همه رأی میدید به بعدی. بعدش هم تموم شد وقتتون قربان تموم شد رعایت کنید کار زیاد سختی نیستش بهروز جان ممنون که مشخص کردی کی شهرونده کی مافیا اما بلند شدی یاراتو دیدی شهروندا رو میشناسی بلند میشی میگی شهرونده کار زیاد سختی نیستش قبول داری من میشناسم آره ایشون بلند میشی میگی دکتر اونجاست حالا میگیم دو تا مافیا بر اساس ادله ایشون دو تا مافیا اینجا نشستن من و شما مافیایی دکتر یک کدوم از این ستا است خب میزننش شب اگر شخص مثبت پیدا میکنید تو بازی چرا باید بگی کجاست داره یه جنش هسته داره کارشو میکنه چرا دارید مونید آقای فواد بعدی. باید توی رگی بعدی خب ببین اجازه بده خیلی راجبت صحبت نکنم چون فعال درستی نیستی بد داری فعالیت میکنی در رابطه با شما دوست عزیز اینجوری که فکر میکنی نیست یعنی تعداد اون شاتای تیرایی که تو ذهنت میاد که ممکنه به دکتر زده بشه اینجوری نیست اما در رابطه با شما بلند میشی اولین کلمه‌ای که به کار میبری کاراگاهه ناخودآگاهت داره ترس تو بیرون میریزه یعنی چی یعنی ناخودآگاه اسم کاراگاهو میاره چون مافیایی و نگران کاراگاهی و این نشون میده که شما مافیایی خب من چالش نمیتونم بدم میخوام صحبت کنم ببینید میخواهید دلیل اینکه آقای اکبر مافیاست رو بگم آقا در موردش صحبت میشه 9 نفر در موردش صحبت میکنن ولی هیچکی رأی نمیده بهش خیلی جالبه خب بعد اگه آقای یوسف پا میشن تک اتهام میزنن به آقای اکبر آقای اکبرم پا شده تک اتهام داره میزنه به آقای امیرحسین اینم یه دلیل دیگه خب و شخصی که دنبال کاراگاه و دکتر بازی بگرده به نظر من منفیه بعدی خیلی خب. ببینید شاید باورتون نشه ولی تا اینجا بازی یه شب دو شب گذشته من دکتر رو بازی رو میشناسم و دمش گرم خیلی قشنگ داره سیف داره خودشو یا کسای دیگر رو داره هیل میکنه خب این از این قضیه حالا
این وسط در میاد بین دو نفر و سه نفر و یه نفر بلند میشه یاراشو دیده بقیه رو که شهروند. خب ما هم اینو میدونیم یه سری اینجا شهروندن، شاید باورت نشه. چالش هم مال خودتون، با هم حتما این کارو انجام بدید، صحبت کنید چی قرار با هم چی بشویم و چی بگیم. مرسی. ببین دوستان بعدی، خب اگر آقا اکبر هم حرفی نمیزد شما چی داشتی برای گفتن؟ آقا اکبر بلند شد گفتش که اونور دو تا مافیا نشسته و دکتر بازی. شما تعجب کردی؟ شما از کجا میدونی که آقا اکبر هم چیز درست گفته؟ آقا همونطوری که شما مافیا هستی پشت شهروند قایم شدی، منم یک مافیایی هستم که شب بیدار شدم ایشونو ندیدم، میدونم که ایشون شهروند بازی هستش و تا وقتی که من تو بازی هستم امیرحسین و آقا اکبر و امید تو بازی میمونن. بر شما سه تا شهروند. ببین اینجوری بازی کردن واسه من عجیبه. آقا پنج تا شهروند داره. بشین آقای بعد. مرسی. ببین اولین کسی که راجع به این صحبت میکنه که احتمال من یک دهمه که من رئیس مافیا باشم، ذهنت میره سمت اون. من به شما رأی میدم آقای امین میترسه از اینکه شهروندا تیم بشن. آره من دارم شهروندی تیم درست میکنم، شما چرا میترسید؟ آقای امینو رأی میدم. آقای امیرفؤاد میگه چی؟ میگه من توده ای تارگت زدم، شما توده ای کاور کردی چون که فکر میکنی یارات اونجاست. یاراتو دیدی؟ اصلا اون روز یارشو ندیده بود که شما اون تارگتو زدی. آقای امیرفؤاد، آقای امین، آقای امیرحسین و یوسف، من بینشون میدونم که یه مافیا باید باشه حتما. چالنجم اگر دارم برایشون ندارید. آقا بشینی، تموم شد. ای وای وای چه حرفی می‌خواستم بزنم. خب اولا تارگت رو لطفاً به جاش از چه کلمه استفاده کنیم؟ تهمت. هدف. هدف. بله. بیسین لطفاً. رای میگیریم برای خروج یوسف. 1, 2, 3, 4, 5, 6 رای. بعدی رای میگیریم برای خروج ایشون از بازی. 1, 2 رای. بشنید. امید. رای برای خروج امید از بازی. هیچ رای. بعدی رای برای خروج ایشون از بازی. 1 رای. بعدی رای برای خروج ایشون از بازی. 1, 2, 3, 4, 5 رای. بیستین لطفاً. رای برای خروج اکبر از بازی. 3 رای. بعدی محمد جواد. رای برای خروج محمد جواد. 2 رای. با تأخیر آوردیم مدام. رای برای خروج امیرفؤاد. 1 رای. رای برای خروج پدرام. 1 رای. فؤاد. 1 رای. امین و یوسف باید از خودشون دفاع کنن. از یوسف شروع میکنیم. 30 ثانیه. خب ببین بچه، من اومدم این آقا رو مافیا کردم. من نشستم تو این بازی، تو بازی من دیدی پدرو، من نشستم تو این بازی مچ بگیرم. آقا بلند شد 4 تا رای خری کرد، بعد یه نفر رو بهش اتهام زد. این بازی چه بازی میشه؟ ایشون داره به ایشون اتهام میزنه، من دارم به ایشون اتهام میزنم. من میشم مافیای بازید؟ چون که من ایشون رو مافیا کردم، من میشم مافیای بازید؟ رای میارم 7 تا 8 تا رای من آوردم. رو چه داده ای دارید بازی میکنید؟ چون که یوسف گفته اکبر مافیاست، میشه مافیا. متشکرم. بعد امین ببین دوست من، اگر همدیگر رو قبلا میشناسید اعتماد کامل دارید، پس حرف زدن من بیمورده. دارم با منطق باهات صحبت میکنم. میگم ایشون شخصیت مثبت اعلام کرده، این دو نفر الان با همدیگه جنگ دارن، در مورد این دو نفر صحبت میشه، دو نفر دیگه میان بالا. من میدونم این آدم اگر تیم درست کنه شهروند بیچاره میشه، میشناسم. همونقدری که شما ایشون رو میشناسید میشناسم، دارم بهت میگم. چون میشناسم دارم بهت میگم. آقا دو حالت داره، یا ایشون رو زده یا ایشون رو زده. دو نفرشون دارن تارگت میزنن، این دو نفر میومدن بالا. متشکرم. میخواستید شهروند پیدا کنید. متشکرم. یوسف بیس. رای برای خروج یوسف از بازی. 1, 2 با تأخیر. 3 رای. امین بیس. رای برای خروج امین از بازی. 1, 2, 3, 4 رای. ای بابا. شب میشه دوستان. ای بابا داره من مافیا. مافیا از خواب بیدار شد. مافیا بخوابند. دکتر بازی از خواب بیدار شد. دکتر بازی بخوابه. کارگاه بازی از خواب بیدار شه. کارگاه بازی بخوابه. روز میشه دوستان. خب ما باید از یک نفر خداحافظی کنیم.
از شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر. ادامه بازی رو از تلویزیون حتما. یه ردیف این بر. بازم شستاش شب اول منو زدن. نفری 30 ثانیه صحبت کنید. از شما شروع میشه. آقای یوسف باید بره بیرون. چرا؟ دلیل اول. شما که رمیاری بعدش آقای امین میاد بالا. من اینو متوجه نمیشم. مافیا من شمایی. ولی وقتی اگر شما یه دونه شهروند باشی مافیا ببینه اومده بالا محتاطانه عمل میکنه. به آقای امین همه رأی دادن. من به شما رأی میدم آقای یوسف. این نکته اول. یه نفر از دست اول گرفتی داشتی همینجوری فشار میدادی میگفتی ایشون بره بیرون. همینجوری داشتی هول میدادی که بره بیرون. من یه نقشی برداشتم ولی مثل اینکه اون نیستی. من بهت رأی میدم و دیگه بهت اعتماد نمیکنم. این از این نکته. نکته دوم امیر حسین جان ببین روز اول تارگت میزنی اوکی ولی روز خب الان با همین سناریویی که خودت گفتی الان خودت مشکوک بازی میشی. یوسف درسته که از اول بازی من خودم بهش گفتم مشکوک، خودم رأی یک دادم رأی دو هم بهت دادم. چون بلند شدی دفاعیت فقط گفتی من چی گفتم؟ چون که ایشونو گفتم مافیاست چیز خاصی نگفتی. شما قصد نگفتی دو تا یارای مافیات اونور بودن یا نبودن، حتی درست بود یا نه. شما که فقط متصور کردی رو حرف همین حرف دیگه ای زدی. آیا من فعلا همچنان میگم رو امید میتونم حمایتش کنم، فکر میکنم شهر هم میتونه باشه و امیر حسین صحبت کن. چقدر خوب صحبت کرد پدرام، چه با سرعت عالی صحبت کرد. برو بریم. مرسی آقا جان. این آقا بلند شده گفته چی؟ دست پیش دقت کردی به صحبتش؟ حالا زدن یا بعدی ببین شما میگی یار مافیایی نزدم، یار مافیایی نه، من با میشم میگم دو نفر اونور دارم یه نفر اینور. خب شاید باورت نشه ولی کی از اول رو آقا اکبر بود به غیر از یوسف؟ یوسف اوکی حله میاد بالا، امیر حسین هم روش داش میزد. اگه شب باشه باورت نشه ولی من اینجا میشم مافیای بازی اگه تونستی بنداز بیرون، ولی شاید باورت نشه. نمیتونی چالشم مال یوسف. ببین پشت دست من بازی کن پدرو، منی که سه روزه دارم به آقا تارگت میزنم، روز اول راجع به این آقا چی گفتم؟ گفتم تا وقتی که من تو بازیام این چه نمیره، من اونی که شما فکر میکنی نیستم، من چه نیستم، شما مافیای بازی. هدف منو زدی تو شب انداختی بیرون که منو مافیا کنی. نمیتونی. یک بار دیگه آقا یوسف، اگر بعد از صدای زنگ بخواین صحبت بکنید مجبوریم وقت بهتون ندیم. من میدونم هیجان بازی خیلی بالاست ولی احترام بذارید به حقوق دیگران. بعدی. مرسی. آقای پدرام، روزی که من میخوام موج سواری کنم آخرین روز عمرم. خب این هستی. و اینکه آقای فاد و آقای پدرام شما دو نفر خب اومدید پشت شهروند قایم شدید. خب اینو قبول دارید خودتون یا نه؟ خب من فعلا نمیدونم نقش شما چیه. ولی حرکات بدن آقای امیرحسین واسه من خیلی واضح و مبرهنه. بیدار میشن و نجات داده شده شخص. خیلی ناراحت بودی. به نظر من امروز بلند شو صحبت کن ببینم. بعدی. آقا چرا این کار رو میکنی؟ پدرام میخوای لج بکنی؟ داستان چیه؟ قضیه چیه؟ من پشت دست شما بازی میکنم اما مطمئن با شهروند بازی رو نمیبری. داری لج میکنی؟ آقا من گفتم یا ایشون بره یا ایشون بره بیرون. ایشون توی ترن صحبتش، توی نوبت صحبتش دیدی که اول یه ذره آروم شدش بعد صحبتاشو ادامه دادش. ایشون بره بیرون ما با مسئولیت بنده. شما میگی کی بره بیرون؟ همون بره بیرون با مسئولیت شما. ولی مسئولیتشو قبول کنی، مسئولیتشو قبول کنی. من پشت دست این آقا به هیچ وجه بازی نمیکنم. ببین بچه‌ها، آقای پدرام گوش کن، ایشون و ایشون مخاطبشون شمایی. چرا؟ چون شما دارید اشتباه مافیا معرفی میکنی. اومدم میگم اون پشت دست تو بازی میکنی. ببین آقای امین، من اومدم اولین نفر با آقای اکبر گفتم مافیا. چرا ایشون نگفت من شهروند؟ چرا شو من نگفتی شهروند؟ ولی من به این آقا گفتم مافیا، تو من گفتی مافیا. چرا اینجا میشه که شهروند من در میارم دیگه؟ اینجا میشه من شهروند در میارم؟ اینجا میشه که من چهار نفر آدمو میبینم آقا شما میگید این دوستمون مافیاه، من به احترام شما یه رأی ایشون میدم، شما به احترام من یه رأی میدید؟ دوستان یه دقیقه توجه کنید، تقریبا کسایی که نشستید به نظرم همتون اکثریتتون حس میکنید امیرحسین سفیده، ولی یه چیزی هست که مافیا اومد رأی اعتماد امیرحسین رو خرید، بعد آقای اکبر عباسی انداخت بیرون، بعد داره به امیرحسین تارگت اتهام میزنه. یعنی الان مافیا بودن آقای امیر فؤاد از همه زوایا معلومه. یه دقیقه بذار از این کادر امتحان کنم، از این کادرم شما مافیایی. نفر بعد. آقا من واقعا نمیفهمم این بازی دیگه ساده تر از این نمیشه. سه نفر تو بازی هن. این سه نفر باید برن بیرون. آقای اکبر مقصر اصلی خودشه که الان داره اونجا داره منو نگاه میکنه. من چرا باید اعتماد کنم به اکبر؟ آقا جان من نمیفهمم این آقا باید بره بیرون. ببخشید من میام وسط، من عادت دارم. این آقا باید امروز بره بیرون، روز دومه، نقشش مشخص میشه. تمام. بعدی. خب
بچه ها شما دنبال شهروند میگردیم، من شهروند ساده بازیم، نسبت به داده روز بازی دنبال مافیا میگردم. ببین آقای محمد جواد که بهشون تارگه بهشون اتهام میزنه، آقای محمد جواد بهشون اتهام میزنه مافیا دارمش، آقای فواد خدا نگهدار و آقای بهروز. تموم کنید این بازی رو، بره، وقت نداریم. چالش آقا من ترسم از اینه. شما میگی پدرو، شما چرا مخاطب پدرو رو قرار میدی؟ پدرام شما چرا پدرام مخاطب قرار میدی؟ داری با اومدی یا تیم تشکیل میدی؟ متشکرم. من که میدونم. متشکرم. فواد بیست، رای برای خروج فواد از بازی 2 رای. پدرام 1 رای. امیر فواد 1, 2, 3, 4, 5 رای. بیست محمد جواد 1, 2, 3, 4 رای. بیستین 3 رای. بعدی بهروز 2 رای. بعدی برای امید با تأخیر اومد بالا، 1 رای. امیر حسین 2 رای. یوسف 1, 2, 3 رای. محمد جواد و امیر فواد. امیر فواد اول از خودش دفاع کنه. 30 ثانیه. خیلی شما مثل که کات بدنید خیلی خوبه. شما باید فیلم بردار میشه نبازی کن. این اول از شما. خب بالا میشه از این زاویه ببینه، از زاویه نمیخواد ببینی. آقا داره تیم داره باند بازی میکنه، این مشهود قضیه است. خب آقا از استرس بالا میشه میاد جلو، حرفی نداره بزنه. منم واسه نقشم استرس دارم، الان دارم بندری میزنم، شاید باورت نشه. خب اینجا باند بازی من دارم میبینم. آقا نگاه میکنه به دست رفقامون، آقا داره نگاه میکنه. من مافیا بازی بندازید بیرون، لیاقت شعبه اینه که ببازه، لیاقتش اینه. خب دوستان بنده خدا نمیدونم دیگه چه جوری باید میگفت. من فهمیدم، منی که تبرم فهمیدم. این دست، این دست بی برو برگرد، آقای امیر فواد باید بره بیرون. خب اگه فهمیدید، خوشبختانه 9 نفر بازیکن هستید، اگه رأی ندید توهین به بازی خودتونه. خب و شمایی که آقای یوسف بازی رو دارید به هم میزنید، خب اگه شما امیر حسین رو دارید حمایت میکنید، من فهمیدم. تمام، الان باید به آقای امیر فواد رأی بدید. متشکرم. امیر فواد بایسته. رأی برای خروج امیر فواد از بازی 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 رأی. محمد جواد بایسته. آها 6 رأی. محمد جواد خودش نمیتونست. 6 رأی. رأی برای خروج محمد جواد 1 رأی. امیر فواد حرف آخر. حرف آخر. خیلی خوب. آقا داره میگه تبره، فهمیده، دمش گرم. من چقدر بد بازی هم که نمیتونم اینجای بازی خودم از گره در بیارم. لیاقت شهروند همینه که ببره. خیلی خیر چه لایق. مرسی. ببره. قشنگ. دیگه نشد دیگه. چی میگم؟ نشد دیگه. فدا سرم بود. بریم به شب، بریم به شب ببینیم چه خبره. شب میشه دوستان. سرا پایین مافیا از خواب بیدار شن. مافیا بخوابن. دکتر بازی از خواب بیدار شه. دکتر بازی فقط 1 نفر رو میتونه نجات بده از اینجای بازی به بعد. دکتر بازی بخوابه. کارگاه بازی از خواب بیدار شه. کارگاه بازی بخوابه. روز میشه دوستان. دیشب هم 1 نفر رو از دست دادیم، از بازی البته. خوب هستین؟ منو زدم دیگه. نه بفهم، بفهم. شما چطورین؟ خوبین؟ متشکرم. نمیدونم چرا دوست نداشتم که از بازی بری بیرون. ولی دیگه امیر حسین
برو پیش آقای اکبر از اونجا بازی رو نگاه کن. بیا اینجا. عمران اگه این کار عمران کار کنم یا نه قدرت دستمه. من مطمئن نفوشم بریم به سراغ اعلام وضعیت. توی رای گیری دیروز ما یک مافیا رو هستیم. خب خوبه، اوضاع شهر به نظر میرسه بد نیست. حالا که این همه و جالب بود همه هیجان زده شده بودن، این بار سیسانیه ها از سمت یوسف شروع میشه. خیلی خب بچه، من مافیای بازیتونم، چون که با آقای امیر فؤاد رأی ندادم، رو سینم زدم گفتم بهش رأی نمیدم، و وقتی هم که بازی رفت بیرون گفتم گفتم شهروند بازیه. چرا این آقا نمیره بیرون؟ من مافیام دارم، یه یار بهتون معرفی میکنم، آقای بهروز یار منه. وقتی یه نفر انقدر تابلوی که همه بهش رأی میدن، دوتا مافیای دیگه هم داره بهش رأی میده، من رأی نمیدم، بعد آقای بهروز صاف داره چشای من از نگاه میکنه. در بیارید بازیتونو. من نسبت به داده روز بازی به ایشون اتهام میزنم. آقای یوسف، من اسم میکنم بازیمو در آوردم. میدونی چجوری بازیمو در آوردم؟ که شما به یارت رأی ندی، سناریو تو توی ذهنت بچینی و فرداش که معلوم شد یارت شرفنده، بیای خودتو سفید کنی. به نظر من امروز وقت اینه که شما با بازی ما خدافظی کنید. ببین بچه‌ها، آقای یوسف جلو قاضی و ملق بازی. ببینی آقا، بازی برای من بازه. ایشون آقای محمد جواب، پدرام، فواد، من و امین شهروندهای بازی هستیم. آقا نیا که این دوستمون که رفیق رو دکتر بود، دکتری که افتضاح بازی میکرد، خوبه بیرون تلویزیون نگاه بکنه، دوزار یاد بگیرن. این دوستمون مافیه، این دوستمونم مافیه. اوکی، من از بازی رفتم بیرون. رفتم، شماها همتون شهروندید، به هم دیگه اعتماد بکنید. اوکی، همتون شهروندید، اصلا با هم کاری نشوشید. امروز ایشون، فردا ایشون، پس فردام هممون میریم. آقا اعتماد کن. آقا من شهروندم، حق دارم تو این بازی. بعدی. بهروز عزیزم خواهش میکنم نکن این کارو. من تو بازی هستم ها، چیکار داری میکنی؟ صحنه تاس که نیستش که. آقا ایشون آدمیه که تا حالا رو دستش آدم یارفروش نیومده. آدم یارفروش نه. موقعی که آقای تشکر اومد سمت ایشون یه نقشی بازی کردش که اصلا اندازه تو نیستش. یعنی یاد یه نمایش های مثلا شاهکار افتادم که اصلا نیستش اینجا. یاد این نمایش هایی مثل چی؟ یه شاهکار های خیلی عجیب و غریب افتادم که آقای بهروز اونجا نقش ایفا میکردم. آقای بهروز امروز شما میری بیرون، چرا ایشون رفتش بیرون؟ بازم داری خودت سفید میکنی. متشکرم دوست عزیز. آقای امین بچین سر جات، ما نمیخوایم چیزی بگیم، شما بول میگیری. آقا یوسف خواهش میکنم، اگه شهروندی لیدری شهر رو، رهبری شهر رو بذار کنار. واقعا داری متشنج میکنی بازی رو. خواهش میکنم، چالنجم نمیدم، چالش نمیدم. آقای امین، من حافظه طولانی مدت خیلی خوبی دارم، خب بلند مدت خیلی خوبی دارم. شما از دست اول بلند شدی دنبال دلیل میگردی. آره دنبال دلیل میگردی. زن مافیای من بعدیش توی. خب بعدی. خب آقای امین، شما از روز اول داریم که آقای امیرحسین مافیای بازیه. روز اولی که بازی نجات درست داشت، احساس میکنم شما زده بودینش و نمرده بود توی شب و شما میخواستین روز پوشش کنین بیرون. من چون که خودش تو بازی بود نگفتم یه همچین حرفیو، که اگه مافیای دیگه نفهمیدن که ایشون دکتر بازی لونره. شما از روز اول همچین کاری کردی و توی بین دو تا بین دو نفر که رفتن تو دفاعیه به جفتشون رأی دادی. چالش رو میدم به کسی که بهش تهمت. نمیتونید بعدی. مرسی، چالش نمیدم دوستان، زمان نیاز دارم. آقای یوسف نمیدم توجه کردی یا نه، آقای امیر فؤاد میگه چی گفت؟ گفت باشه یوسف بیاد بالا، ولی آقای امیرحسین هم بیاد بالا. آقای امیرحسین هم خواست کنار تو بیاره بالا که شما رأی ندید آقای امیرحسین که شهروند الان معلوم شد بره بیرون. به شما رأی میدم. چرا؟ از دست اول قلدر بازی در بود. آقای امیر فؤاد گفت من مافیا میتونه بندازیم بیرون. شما بلند شدی گفتی استاد اجماع نگیرم. منم واسه تو الان اجماع میگیرم، میری بیرون که ببین قلدر بازی چه جوریه. آقای یوسف امروز باید بره بیرون از بازی. آقای امین، من سر رأیگیری روز اول بین یوسف و امین متوجه نشدم، ولی مطمئنم که یوسف بعد مافیا بازی باشه. بسیار خوب، میریم برای رأیگیری. یوسف ایس، رأی برای خروج یوسف 1 2 3 4 5 رأی. بیسین، رأی برای خروج 0 رأی. بعدی، رأی برای خروج از بازی 2 رأی. بعدی، بیسین، رأی برای خروج 1 2 3 4 5 6 رأی. بیس، رأی برای خروج 1 رأی. بعدی،
رأی برای خروج یک رأی، فؤاد یک رأی، یوسف 30 ثانیه. ببین هر جایی که بازی میکنی، هر جا که بازی میکنی زنگ بزن، تو دکتر، دوتا شهروند، من تک مافیا اجماعت میکنم. این از شما. ایشون عزیز من محمد جواد جان قربونت برم، ایشون لیدری شهر رو دستش گرفته، نه من. داره رأی میخره، داره شب چشم باز کرده میدونه نقشا رو. ایشونه که داره رأی شما رو میخره، ایشونه که داره من ایشون رو توی یه تیم میذاره که من مردد بشم واسه رأی دادن به این آقا. نوبت شماست. بله من دفاع. بفهم 30 ثانیه. مگه قرارمون نبودش بازی قشنگ بشه؟ میخواد رأی بدید ما بریم بیرون زود بازی تموم بشه؟ این درسته؟ اینقدر شما خوب مافیا در میارید؟ آقا ببین بازی مشکل، نه ببین بازی مشکل داره دیگه. اگر یه کسی یه نقشی رو بدوزه یا نقشش رو بندازه وسط، شما بگی شهرونده، که هنر نکردید که. یارو اعلام نقش کرده، طرف اعلام نقش کرده، این کار کار اشتباهیه. من میگم یار بروژی از ایشون دیدم، شما میگی نه. حالا این حالا امروز کسی بیرون نره ببین شات کی میشه. ببین شات کی میشه. متشکرم. متشکرم. شرط میبندم. متشکرم. دوستان دقت کنید توی رأی گیریت. یوسف رئیس، رأی برای خروج یوسف از بازی 1-2-3 رأی. بیشین لطفا. رأی برای خروج ایشون از بازی. بیرون اینجا دوستی ما. بچه شما نمیتونی رأی بدی آقای یوسف. تو دفاعیه نمیتونی. از خودتون فکر کنم باید. دیگه صحبت آخر. دفاع کردید و حذف شد. صحبت آخر ندارم. نذاشید بازی جذاب بشه. نقشاتون رو انداختید وسط. اشتباهه. من همیشه بازی جوانمردانه میکنم. اون کسایی که بیشتر صحبت میکنن، اگر مافیا باشم نمیزنم. من که مافیاتون نبودم. اون گنسه‌ای که اون هدفی که آقای بهروز داشتن رسیدش، یه شهروند رفتش بیرون، نمیتونید بازیشو در بیاری. میشناسمش عزیز دل، میشناسمش. آقای بهروز کار خودش انجام داد، یه شهروند رفتش بیرون. همینطور گفتم یه جمله. آه جمله، جمله پایانی. آها هنوز نگفتی جمله پایانی تو. جمله پایانیش هم بذاریم. جمله هیچ. خیلی لطف کردی. متشکرم. بفرمایید پیش دوستان. سلام. ببین پسر جان. چرا؟ چرا که خب ها چی؟ مغرور میشید دیگه، حرفو گوش نمی‌کنید دیگه. من روز اول گفتم یادو خوردم، گفتم یاد افتاده یا کارگاه. شب میشه دوستان. عزیز دلی. مافیا از خواب بیدار شن. مافیا بخوابن. دکتر بازی از خواب بیدار شه. دکتر بازی بخوابه. کارگاه بازی از خواب بیدار شه. کارگاه بازی از خواب بیدار شه. روز میشه دوستان. خب چه شب طولانی بود. ما باید از یک نفر خداحافظی کنیم. یه لبخندی هم داری میزنی ها. بله از شما باید خدا پسی کنیم. متشکرم. رندتون کردم. چرا اعتماد نمی کنی؟ هی دارم بهت میگم شهروندی، هی دارم بهت میگم شهروندی. رای بره به اون بره بیرون. رای بره بره بیرون. بازی خیلی داره حساس میشه. نفر 30 ثانیه فوت. مرسی آقا یوسف. اونجایی که شما بازی کنید من میترسم بیام، خیلی قویم، ولی من امروز به شما رأی میدم. اوکی همه شما بعد به یوسف رأی بدید بره بیرون. آقای بهزاد شما داشتی منفی میکردی با آقای امین. من به شما رأی میدم، اگر شما مافیا نبودی میام سراغ این دو نفر، ولی قطعا شما مافیای. از دست اول دارم میگم، از دست اول شما نمیری بیرون، آقای امین میره بیرون. شما نمیری بیرون، آقای امین میره بیرون. شما بعد امروز بری بیرون. ممنونم، متشکرم. خب بعدی چه کشته شب قشنگی. یعنی یکی از
مافیا به نظرم میره بیرون از بازی، میگه بهروز مافیای بازی و یارش همون شب همونو میزنه. همچنان امید شهروند، شما رو سوسو هم روتون، محمد جواد شهروند، بین یوسف و فواد عزیز مافیای بازی در میاد. من که نقش خودم مطمئن هستم. نفر بعدی. خب پدرام جام، آقای امید، آقا بهروز رفت بیرون گفت ما چهار نفر شهروندیم، من تا توی تشکیل تیمش یه مشکل، یه نقص فنی کوچیکی داشت. خب شخصی که شهرونده و به شهروند شک کنه خب میشه زن مافیایی. خب وقتی میاد میگه آقا یوسف رو رأی میدیم، اگه رفت بیرون مافیا نبود میام شکم رو سمت شما، اصلا واسه من ندارده، به قول آقای نادر مدیر ندارده. خب خیلی جالب میشه. ببین من خب هر کسی استدلال توی ذهن خودش داره میاد بیان میکنه دیگه، من از روز اول گفتم آقا یوسف، یعنی من هنوز که هنوز فکر میکنم آقا یوسف از بازی بره بیرون بازی تموم میشه. خب و نمیدونم چرا رأی نمیدید واقعا. خب ببین دوبار دو تا سناریوی کاملا مضحک چیده شد. خب قصد توهین ندارم، کاملا مضحک بود. پا شدن یکی رو زدن، پاشون همون سناریو رو تعریف کردن تو روز. آقای پدرام بعدی یوسف خسته شده دیگه، نمیدونم دیگه چی کار کنم. آقای فواد همون سرکرده مافیاست که استعلامش هم برای کارگاه منفی بوده، بخترم این چیز داده ای راجبش نیست. از اول بازی گرفته رو من، چی که بازی منو میدونه، من از اول بازی گفتم پدرو شهرونده، کسی که من بهش هدف میزنم با رایگیری از بازی میره بیرون، من بهش هدف میزنم شب تیر میخوره. آقای فواد باید بره بیرون، مال شما. خب ببین من الان یه شرط برد واسه شهر میگم، آقا میره بیرون متشکرم تموم شد. نه بخ... نه نه نمیتونی متاسفانه، فقط دارم بهتون میگم دوستان دقت کنید، مرحله خیلی حساسیه، یعنی یک اجازه بدین آقا یوسف میخوام همین الان روانت کنم بری. فواد بیست، رای برای خروج فواد از بازی 1-2-3 رای. بشین. پدرام، رای برای خروج پدرام 1 رای. محمد جواد، رای برای خروج محمد جواد 1 رای. بیست، رای برای خروج ایشون از بازی 1 رای. یوسف 2 رای. با تاخیر اومد. هم فواد هم یوسف میان برای دفاعیه. فواد مرسی. آقا یوسف شما برمیگردیم یه، من از روز اول فهمیدم شهرونده، شما از روز اولم به یکی داشتی میگفتی مافیا که رفت بیرون شهروند بود، رو حرف شما نمیشه حساب کرد، شما باید بری بیرون. میدونی چرا میگم بهت شک میکنم؟ بعدش فردا روزی میشه بازی تموم نمیشه، چرا بهت شک میکنم؟ آقای امیر فواد برمیگردم میگه تنها کسی که با آقای اکبر زن داشت آقای امیر حسین و آقای یوسف بودن، ولی تو رو نگفت که بغلش بودی و زن زدی به آقای اکبر، چون که من همه استدلال روی آقای امیر فواده، اگر بعد اون هست بگیر شما میتونی یارش باشی، ولی من آقای یوسف رو میارم، من اینجا سه تا رأی میارم، آقای یوسف دو تا رأی میاره. واسه من خیلی جالب شد، متشکرم یوسف. وقتی من با دو تا رأی میام بالا نیازی نیست الان شما دادی بیداد کنی، که وقتی من با دو تا رأی میام بالا یعنی یه دونه مافیا هست تو بازی، درست؟ شما سه تا رأی آوردی به این آقا رأی دادی، شما راجع به داده امروز بازی صحبت کن دیگه، شما برای چی به این آقا رأی دادی؟ من شهروند ناگاه بازیم، شاید شما هم بری بیرون که از اول بازی داری میگیری رو من شهروند باشی، ولی من شما رو میندازم بیرون، شاید باورت نشه دیگه، با من تو چالش نیاد. متشکرم، رای میگیریم دوستان. بیستید آقای فواد، رای برای خروج فواد از بازی 1 رای. یوسف بیس، رای برای خروج یوسف از بازی. من خودم میتونم رای بدم؟ نه. متشکرم، دست پایین. یوسف حرف آخر رو بزن ما بازی رو ادامه بدیم. خیلی بد میبازین این بازی رو، بازی کردیم هم دیگه، خیلی بد این بازی رو میبازین. متشکرم. میتونید ببینید برید پیش بچه ها اونجا. ببینین بازی مافیا یه بازیه که شما باید پشت هویت‌های مخفی که دارین میشه صحبت نکنی؟ ببین بازی اینو دارم میگم که شما هم گوش کنید، ببخشید اکبر آقا جسارت میکنم شما. بازی مافیا بازی که شما باید پشت هویت مخفیتون قایم میشید، نه نقشتون رو بندازید وسط که تو بازی بمونید، خیلی ترسو بودن.
گفتم دقت کنید. شهروند و برنده بازی هم یه گفتم این سفره بیرون تموم میشه، گوش نمیدید دیگه. بیشتر از این نمیخواستم معطلشون کنم، چون تقریبا مطمئن شده بودن که برنده. بیشتر از این هم نمیخواستیم که وقت شما رو بگیریم. بازی جذابی بود. یوسف رو دیدین تا کجا اومد. از اول بازی از خودش دفاع کرد. کاری به نقشش ندارم، ولی اینقدر خوب تونست از خودش دفاع کنه که تا اونجای بازی اومد، تا مرحله نهایی. دفاع کردن از خودمون رو یاد بگیریم، جلوی هر کسی کم نیاریم، حق خودمون رو بگیریم. شبتون بخیر. من کنارش گفت آقا خیلی بازی بدی بود، خیلی. گفتم آره بد بود، ولی تموم شد دیگه، اینقدر کشش ندین. گفت یعنی چی که فلانی پسر خالم بود؟ چون پسر خالت بود از بازی ننداختیش بیرون؟ با اینکه میدونستی مافیاست. گفتم خیلی کارش عجیب بود. گفت من نمیفهمم این بازی جای این کاراست. گفتم الکی شهروندا باختم. گفت واسه اینکه یه نفر دلش نمیاد پسر خاله مافیاشو از بازی بیرون کنه، اصلا باورم نمیشه. گفتم از این رو درواسیه که زندگی آدمو خراب میکنه. گفت فردا اگه پسر خالش اومد مواد مخدر دستش دادم میگیره، چون روش نمیشه روی فامیل زمین بندازه. گفتم اینو از رو عصبانیت گفتی، ولی خیلی ها بودن و هستن که همینطوری درگیر مواد مخدر شدن. ولی خب میدونید قضیه چه؟ قضیه اینه که من تا الان شهروندی بازی کردم، بازی شهروندی هم خیلی جذابتر از بازی مافیاییه. علارغم اینکه همه دارم میگم من اعلام نقش کردم، من بلند شدم گفتم نمیذارم کسی از اون نمایشگر پشت بازی رو ببینه و سه نفرم هم این نظام بازی بیرون. بازی برای من همون روی صحبتی که اول بازی صحبت کردم یه جورایی در اومد بسن، یعنی خیلی ساده شد بسن. دلیل باختش و غرورش بلور بازی همین یه دونه، یعنی دکتر اگه رفته بود بیرون بقیه شاتا بقیه تیرا همش به هدف خورده بود. خب ببین الان من و امین با هم رفیق شدیم، من و امیر فؤاد. اولا من دیدم که یه نفر دوتا اسم مثلا فؤاد واسم خیلی شگفت‌انگیز بود و خوشحال شدم با امیر فؤاد هم دوست شدیم. آقای امیر حسین هم که دیدیم کارامون به هم میخوره زیاد دوست شدیم. کلا ببین مسئله اینه که با هم آشنا میشیم، آره جو خوبیه، لذت میبریم. من صرفا از مسیر لذت میبرم. اگه بخواد یه خانواده جلوگیری بکنه از اینکه حالا فرزندش به سمت اعتیاد نره، اولین کاری که باید بکنه محیط امن خانواده است از نظر من. فکر میکنم بیشترین مشکل این که بچه‌ها سمت اعتیاد میرن، اول اینه که یه چیزی رو خیلی گنده میکنن واسه یه بچه، یعنی نقض میکنن ولی واسهش دلیل نمیارن که آقا مثلا اعتیاد میتونه چیکار با تو بکنه، فقط نقض میکنن. اول دست بزنیم بعد دست بدیم.